خب استاد عزیز ساعت هم 12 شده، من کاشکی که ما میزبان نمون بودم، خاطری من زنگ زده دوباره در موبایلی آقای خاوری هم زنگ زده مگه بیا که تنه خود نرقداری نمیتنو نه کلن دیر وقت باریم خواب کنیم بچه ها خوابش به هم میریزه. من دوست داشتم شما لیمه ادامه بدید، الان من اگه خارج شم چی رقم موشه؟ یک آقای سلگی با خانم جوادی اگه خداحافظی کنه، همی آقای هاشمی را یک دقیقه بالا برنید پس دیگه. آقای چیز کی بود اسمید؟ آقای رضایی روی صفحه ما یک چیزی آمده نمیشته داغ شدن، دستگاه شما در حال داغ شدن است، اینترنت همراه کانون داغ جی پی اس همه محدود میشود، بعد زده تایید. من نمیدانم این تاییدی بیزنم تصویر گول میشه یا نه، اینشالله که نمیشه. خب حالا ما میزنیم، اگر رفت دوباره میاریم. خب نرفت. هستید؟ هستید. خب باشه، من خیلی خوشحال شدم آقای سلگی که من آوردی بالا، من پایین لایو هست کنم. من یادم باعث خیلی خوشحال شدم. خانم یاسمی از طرف ما هم خداحافظ، من روز دنبالش دارم میگردم. بای بای. آقای هاشمی برای مزنین هم سریع اسمت بدید. آره نوشته هستم. آقای هاشمی خرشمی اولیتان هستم. هاشمی بچه سلام مرسی بیار در جمع هم در پارچه پایین چه هاشمی نوشته هست عکس پارچه افغانستان زده کامنت گذاشته. چی نوشته اسمش؟ پرچم افغانستان. تشکر برار نشتک. تشکر تون تون بگو کامنت بنویس. بگو تون تون کامنت بنویس. آقای هاشمی شما پرچم افغانستان داری هم در قلب بفرست که چون کامنت ها خیلی سریع سریع رد میشه. نفر زیاده نزدیک چند نفر ها؟ 900 بوده نفر. این تشکر بیار بالا. پرچم افغانستان هستم. هاشمی درخواستم دادی؟ درخواست خیلی زیاد میگه. قسم که از اون خطر کسی هاشمی دیدم. هاشمی دیدم. هاشمی دیدم. هاشمی دیدم. هاشمی دیدم. درخواست ندید. چون نمیخواد بالا میره نه چیش مشغول میشه؟ این آمد آقای هاشمی. و سلام و درود و شب بخیر دوستای عزیز، آقای رضایی عزیز. نظرینم خوش آمدی. یزدانجانی عزیز درودها برته. سلام دوستای عزیز. تشکر سلامت باشین آقای امیر عطای سالنگی، احوال شریف شما خوش آمدید. یک فرازی بچه های هزاره تا حالا نشده همی یا اسمی از من درست بگه یا فامیلی از منه یک شیر خراب بگه.
حالا امشب دیگه این جدید جدید بود. سالنگی ای نارنگی وری بود. خواه؟ سالنگی داداشت. سالنگی جا بود. آقا این سالنگی خیلی جدید بود. قشنگ بود. ولی خواه دمه نمیخون. ما سلگی هستم. در واقع ما برای آقای امیر عطاس در کلتوری ما سلگی معنی نداره، سالنگی معنی داره. خب ولی که شما سلگی گذاشتید در رسم و رسم شما باشه، حالا این سپر امیر عطا گذاشتم، این دادیسی از من بوده. خب ولی باور کنید فامیلی ای از قوم و قبیل بوده، این قدمت 2000 ساله داره. خب این از خود خود نذاشتم. بسیار عمالی. به هر صورت روی از این موضوع نمی پردازیم. من گرچم لایف شما لایف امشب یک لایف هنری هست، من نمی خواهیم که خدای نکرده هیچ وقت آقای هاشمی میان کلامت هیچ وقت لایف های از من موضوع نداره. موضوعشی همیشه دوره همی و لبخند روی لبای بچه از داره باشه. حالا ده هنر، ده فکایی، ده جمع کردن نفرهای معروف دوره هم دیگه، ده هر رقم که شد. آقا ما در لایبا گفتم یلدا خانم بودش، نفره دیگه دیده بودم، آقا در روی از ما بخندید، در ما در هم دیگه نخندید، ما اجازهش نمیدیم. آقا پوشتری از ما گپ بزنید، چرتی پرت در ما بگید بخندید، ولی شاد باشید، عیب نداره هیچ. ما نه از کسی خورده میگیرم، نه اونایی که زیاد در دنیا میتخواد داره، از گردن از شما خلاصم. ما همه از شما رو بخشش کردیم، فقط بخندید بچه از داره خنده کنه. این ما در آرزوی خود رسیدم. تشکر بارستم که اهداف اصلی هم همی باشه آقای سلگی محترم، و امیدوارستم که فرهنگی رو که شما در دست گرفتین واقعی باشه. من نیامدم به خاطر که در ابواتی باشه که به چند نفر اینجاست، به او خاطر شرکت کرده باشم. شرکت ما در این چیزا نیست و عزیزای ما هستن، بانو یلدا و آقای رضایی اصالت من رو میشناسن، نیاز به این چیزا هم نداریم و اهدافی هم نداریم روی موضوع. و خواستم فقط در چند وقتی که شما در شبکه اینستاگرام فعالیت میکنید و کاری رو روی دست گرفتید، گرچن خب از دیدگاه بعضی از دوستان و هموطنان بسیار مثلا یک کاری نیک و کاری هست که می بالن به خودشون، ولی من بعضی مسائل رو آقای عطا نقد میکنم. اگر اجازه شما باشه، اگر مصلحت میدونید، لطف کنید در من یک تماس بگیرید. من نمیخوام در حضور مردم و متنای خود در لایو بحثی داشته باشم با شما، ولی میگم در کار شما من یک نقد بزرگی رو دیدم و میبینم که این در مقابل فرهنگ من، در مقابل هنرمندایی که ما امروز داریم بسیار سنگین هست. بنابراین من از یک خواهش میکنم، ما جنبه ما بالایه و اصلا دوست ندارم این قضیه را. هر کس آمد از من نقد کنه، اول تو دایرکتی از من بیاد، ولی خیلی خیلی شوقیم. یعنی حتی اگر در فروپاشی از من باشه، ما در جان میخرم، خیلی شوقیم امشب همین نقد دادم بگی آقای هاشمی صاحب. خواهش میکنم. من اولی نقدم این است، پس آقای عطایی شما خودتون اجازه دادین، من امیدوار هستم که نیده من یاری بکنم. اصلا صدای من اجازه دادم، برادر من هستی، ولی اگر جوابم دادم قشنگ گوش بدید باشه. خب چون ما خود احساس ما بریه، نبگم که کار ما درست ها، احساس ما بریه که پای خود اشتباه نذاشتم تا حالا. خب احساس نگاه کن، احساس مگه یک نفر متهمه، یک نفر مجرمه، یعنی جرم دستو چسبی تمام. ولی خب فعلا الان بس اعتقامه، ما احساس ما برای یکی ما پاک دامن. خب حالا نقد بگو که نقد البته در رفت پاک دامنی و جرم اینا هم نداره. نقد آقا یک جای اشتباه مور آدم موگه داشت یا شاید در دلی از شما نبوده، ما بگم جواب بیدم. آره بگو پرسان، حتما بگو. ولی بسیار عالی. خب من گرچه دیر مصلحت نمیدادم که در لایف از شما تقاضا بکنم، من در بس یک یادآوری بود و اینکه من چندی بار پیام گذاشتم در دایره که متاسفانه باز نشده و حال که شما اجازه دادین من سوالمو پس مطرح میکنم. امیدوار هستم که امواتی بری هم نداره، ولی خب شما برای وضوح به مردم و عزیزایی که اینجا هست پاسخ بدین این مسئله رو. سوال من سوال این است که آقای عطای عزیز، شما و
در چه پشتوبانی و بر چه نهادهای فرهنگی و تمدنی کشور من هماهنگ کردین که تو این رسته فرهنگ را شما بر دوش بگیرید و این نقش رو در این رسته داشته باشید؟ آیا با بزرگهای ما، با فرهنگیان ما، با هنرمندای ما که امروز در سطح کشور و سطح بین الملل مطرح هست، شما آهنگایی که بازخوانی میکنید و باش پیش میرین، اینا را با چه نیادهایی هماهنگی کردیم که آمدین روی کار و در هر جایی که ما میبینیم در لایف های شما، دوستای ما، وطنای ما بسیار به صراحت اعلام میکنن که هنرمند دلها. خب بر چه نهاد، بر چه مبنا، بر چه منشه شما هنرمند دلهای مردم شدین و از کسب تکلیف هنرمندا و فرهنگیا و تمدن ما شما با کدوم بزرگ ما صحبت کردین در این راسته قدم گذاشتین؟ امیر بیان پاسخ بدید، بعد میریم سوال بعد. خب خیلی سوال قشنگ و زیبایی پرسیدی آقای. سلام آقای، من آقا عطا بود، کاش که گرفت اینجا نمیگفتیم شما. نه 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 آقا رضایی، خیلی جالب اتفاقا، یادگار میمونه این گپا. خب آقا رضایی اصلا ناراحت نباشه، بزرگی از مرسی. خب یه چیز بذاری بگم، در درجه آقای هاشمی، درجه فهمی از شما از موسیقی و هنر خیلی بالای ماشاءالله. خب درجه فهمی از من در این حد سوالی که پرسان کردی نبود. خب ما فقط همین رو فهمیدیم که یک روز در خیابان بودم، خب این گوشی رو گرفتم در دیسکو. ما 15 ساله که قد بچه های از عرب تنبوره میزنم، ساز میخوانم، بیت میخوانم. ما داود سرخوش ندیدم تا حالا، سعید انور رو ندیدم تا حالا، ولی همین قصد سعید انور و داود سرخوش و سفتر توکلی رو میشناسم که اصلا حد نداره. هنرمند دیدید، هنرمند در چشمی از شما همیشه آشناه. خب اینا برای از ما همیشه زنده بوده، چون همیشه صدایش در موبایل ما بوده، در کاست های ضبط ما بوده، در سیدی های نیسان رانندگی میکردیم بوده، همیشه در گوشی از ما بوده. ولی رابطه اصلا یک شخصیت عادی، ما تا سه ماه پیش یک شخصیت عادی، یک زندگی روزمره عادی. خب بعد یک روز در حالت کارمانات بس رو کش کش نمیدیم. من منظور شما رو گرفتم، شما با هیچ نهادی، با هیچ هنرمندی در این رسته که شما پای گذاشتین اما هنگ نکردین و حتی درخواست ایجادم نکردین. بله ببینین، ما هنوز همین الان آقای رضایی عزیز که سالها با هنر و فرهنگ زندگی کرده و بوده و هست و کاملا آگاه هست و ما میتونیم بگیم حداقل از خانواده یک هنرمند هست. من ادعایی نمی کنم، من اینجا تبلیغ هم ندارم، ولی فقط چون بحثش آمد میتونم بگم به صراحت از خانواده هنرمند هستم. به همین لحاظ ما الان فرض کنیم حتی هنرمندای خود ما که از فرهنگ ما هست، از مردم ما هست، متن جامعه خود ما هست، وقتی که یک آهنگ را بازخوانی میکنم میگم من از فلان هنرمند اجازه میخوایم، پوزیست میخوایم که اگر در متن آهنگ، در کلمات آهنگ اشتباها اجرا شد با بزرگی خود ببخشد. پس شمایی که آقای عطای عزیز بزرگوار خودتون یک جوان ایرانی هستی و مطمئنه که تحصیل کرده هست، یقل هستی اگر در این رسته کار چیز میکنید، ولی شما از میایید با آهنگ های بزرگترین هنرمندای ما، با شعرهایی که چندین و چندین ساله خدمت داره، آیا درست است که بیایید در یک وسط دیالوگ بازی شود؟ شما بگین اینو برای ما تشریح بدید. ما نیت ما این نبوده واقعا، بازی ندادم. ما واقعا دوست بودیم بخونیم. آقای عطا منظور من نگذید، شما نیت شما نبوده، نیت شما رو من نمیگم. آیا وقتی شما اگر در پای در موسیقی میگذارید یا مثلا فرهنگ از دارار پیش میدارید، آهنگایی رو که مثلا اجرا میکنید، آیا حق نداره اون آهنگی رو که شما اجرا میکنید دقیقا نباید اسم گرفته شده که از مرحوم یا شادروان یا کسی که هنرمند زنده هست فلان هنرمند این آهنگ من با اجازه ایشون بازخوانی میکنم؟ حداقل این حرمت گذاشته نباید شود در رسم دیالوگ. ما میگیم آقای امیرعطا، آقای هاشمی، من احترام شما را خیلی دارم، خیلی دارم، خیلی دارم. خیلی دارم. من
مثلا ما بچه هایی که در کنسرت الان 1170 حتما بچه هایی در کنسرت بوده، ما وقتی که میخوایم بخوانم بگم بچه ها بریم یک آهنگ از داود سرخوش بخوانم، ما در پای از او استاد نمیرسم، ولی خب میخوایم که چون که مثلا اون نیه در اینجا جایش خالی باشه، مثلا از این گپا میزنم همیشه، بگم صدای از من کجا، صدای از او کجا، همیشه بگم این گپا رو که بیت صدای بیت خواندنی از من کجا، تلفظی از من کجا، از او کجا، همیشه در خواندنای خود میگم. اونایی که در بچهایی که در کنسرت های از من این گپ از من شنید اینجا بنویسه که آقای هاشمی بیدانه. آقای سالنگی عزیز من کس دیگر نبودم بر من چون در پایدار چندین بار خودم آهنگار رو که شنیدم و مطلبایی که بیان کردی خودم شنیدم بر اون اساس میگم و اینا میگذاریم سر جایش. فقط یک چیز دیگر که من رو خیلی آزار داد و واقعا قلب بزر کنامت این است آقای عطای عزیز، این است که در همین روزا یکی از عزیزای ما آقای استاد قندوزی عزیز که خودتون هم رفتیم در خانهشون فیلم گرفتین، از اینجا گرفتین و پخش زنده شما را مدیدم از اینجا ببینیم. برای پسرش شاید همی الان بگذارم من لایف چک کنم، پسرش باید در لایف باشه، اگر نباشه متاسفانه که فکر نکنم باشه. به من تماس گرفتن گفتن که آقای عطا یک ویدیو گرفت ازشون و تبلیغ کردن در بین هموطنا و مردمان یا آقای دیگر که این آدم نیازمند هست و برای این کمک مالی باید صورت بگیره، که در واقع واقعا لحاظ اقتصادیش همین است. بله یک کاردی آبیربانگ هم مثل که شما بهش ارائه کردیم که به این کارت باید بهش پرداخت شود، درست؟ بله بله. ولی امروز هنوزم با اون آدم یک ریالی که واریز نشده هیچی، ولی چندین نفر برش پیام داده که ما دمون کارت واریز کردیم شما دریافت کردیم یا خیلی، ولی هرکی من اینجا کجایی دفتر بسی مالی در دست دادم برسه یا نرسه کنید هیچی. آقای سالنگی عزیز از آقای عطا بعدی وقتی شما این کلامه که برش بیان کردید که من بسی من پولی یا برای تو برسه یا نرسه زیاد برای من مهم نبوده، برای من فقط این چون یک عبادی تبلیغاتی بوده و در پیج خود گذاشتم، اگر کسی کمک کردم یا نکردم برای من مهم نیست. آیا به نظر شما یک شخصی که تحصیل کرده و آقایی در جامعه آگاه بزرگ شدیم این کار با عزت یک فرد یاد کرد؟ حالا اون بگذاریم که یک هنرمند است، آقای سالنگ یک استاد است در واقع، درست هم مثل جوان ها امروز بسیار در شبکه ها بازتاب نمیده، در اقتصاد ضعیف‌ترین اقتصاد قرار داره. ما هنرمند های واقعا که امثالی داریم که فقط یک کلامش یک پنجش دنیا را ارزش داره. با پول خواهش میکنم یک لحظه آقا رضایی، کاش که هر چیزی مو گفتی مرا دوست نمو گفتی. ما اگر دوستی کنم از یک آدم پولدار دوستی بکنم، نمونم از اون بنده خدایی که دنیا رو نمینگره دوستی کنم. نه آقا من شما نه دوستی کردیم مرا قلقه گفتی این همسایه از ما از همشهری های خودون شما. خواه آقای خاوری، ما کارخانه دارم یا ندارم؟ ما بهترین موتر دارم، بهترین زندگی، بهترین خانه رو دارم یا ندارم؟ ما اصلا در قصه 4-5 میلیون از این بنده خدای بزن راحت بودم. نه آقای عطا، بعدی من رو شما بودم 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 من خاطر اومده من میشم با همینجا با امیرعطا یک امیل از خاطر از بیاس خاطر از من نکنید، یک احترام کوچک در من قائل باشه. هر جمهور به خدا میایید نقد میکنید، میایید ازت تحقیر میکنید، میایید آدم کوچک میکنید. یا یک لحظه دیگه بگم من جدی پیام ها رو دا گرفت و یه پیام رو به آدم نداده. شما آقا هستید از این مسئله یا خیلید؟ ما هر جا از هر کس تبلیغ کردم شماره تلفن خودی از اون رو گذاشتم. من خیلی دوست دارم ناگه همین بگم، من خیلی دوست دارم آقای هاشمی که شماره کارتی از خود خوره بذارم که مرا امین بدانه بچه های ازره، دمه اطمینان کنه، عادت کنه که دمه اطمینان کنه
که ما فردا بتونم یک کار راحت انجام بدم. هی نشده شماره حساب آوردن، پرینت آوردن، فلان آوردن. ولی ما مقصد هر جا آقا تبلیغاتی کردم الان برای سعید علی اصغر برای ویلچیر از او تبلیغات کردم، شماره شیر گذاشتم. هر کس اطمینان داره در کارتی از ما بزنه، هر کس اطمینان نداره شماره علی اصغر از زنگ بزنه، یه او شماره کارت نداره. خب ما چیکار، بچه های افغانی در ایران شماره کارت نداره، چیکار کنم؟ ما اشتباه کردم دادم کارت از اون؟ نه نه آقای، تا شما بس اشتباه گرفتیم. ببینید من گفتم شما آیا همین حرفی که بر علیه شما ادعا شده آیا شما تایید میکنید یا رد میکنید؟ شما رد میکنم. من رد میکنم. آقای هاشمی، آقای هاشمی نگاه کن، من خواهش میکنم از شما، این کار شما باعث واقعا سرفکندگی من شد. شما نباید کار میکنید. چرا این کارو میکنید؟ آخر چرا از دنبال آدم میایید؟ من شما را درخواست دادم، احترام گذاشتم، آوردم بالا که قرار نشد بیایید. نه من توی این طایفه هزاره بزرگ شدم، هزاره رو خیلی دوست دارم. خب من همیشه گفتم توی لایوام، من نه صدای خوبی دارم، نه دنبوره خوب میزنم، نه آهنگساز خوبیم، نه شعر از خودم میتونم زیاد بگم. میگم همه اینا رو دارم، آهنگساز هستم کم، دنبوره نواز هستم کم، صدا دارم کم. خب بعد خیلی به من پر و بال دادید توی سه ماه، من خودم هم دارم میگم این لطف شماست به من. هیچ ناراحت نشید از این قضیه. من تا جایی که توان داشته باشم قدم برمیدارم برای شما. خدا شاهد دنبال کندن نیستم. من اگه تبلیغات میگیرم به خدا چهار تا دکتر مهندس من گفته تبلیغات بگیر، حقته. من به حرف اونا میگه اگه تو نگیری حسودا خوشحال میشن. من حسودا رو میخوام خوشحال نکنم. حسودا نه، غیر هزاره ها رو. هستن غیر هزاره هایی که چش ندارن ببینن شما یه نفر ایرانی رو دوست دارید که داره فرهنگتون دفاع میکنه. به خدا بدونید این چیزا رو. من میخوام غیر هزاره ها خوشحال نشن که تبلیغاتمو میگیرن. میخوام غیر هزاره ها خوشحال نشن. آقای عطای عزیز من معذرت میخوام. آقای رضایی عزیز شما میگید باید شرف سرافکندی من شدین و بالاخره من رو خجالت کردین. ببینین آقای رضایی برادر، یک لحظه اجازه بدید. آقای عطایی، آقای عطایی پیشتر به شما فرمود که شما را من به اندازه کسی میبینم که امروز هنرمندای مطرح کشور را نام گرفت و شما را مطرح کرد که شما در سطح اون میبینید. آیا خودتون این حرف را تایید کردید؟ آقای هاشمی شما یک شخصیتی دارید نقص کردن را نام خدا خوب بلد هستید. یه گفت که تو شناختی، ما میشناسیم تو شناخت داری با اونا، با اونا رفیق هستی. این حرف را گفت. کی گفتم چه حرفی را؟ آقای هاشمی دنبال نقص نگرد. ما شما را گفت آقای رضایی مرا بالا بیار، شما از خاطر احترامی از من اینجا دعا نبود. میان کلامت اصلا این حرفی هم که داری میزنی آقای هاشمی اصلا در حد داوود سرخوش من میدونم آقای رضایی رو. مگه آقای رضایی لحاظ سن و سال، لحاظ خدمت آواز، مگه لحاظ دنبوره زدن از این همه سال مگه چیزی کم داره از اونا؟ شما ببین، شما شاید یه مثال بزنید این بحث شما رو که دارم میگم. شاید شما صدای آقای دادلی دوست نداری. هستن کسایی که با دنبوره زدن آقای دادلی دارن دیگه میکنن، کیف میکنن. آقای عطایی عزیز با معذرت آقای رضایی عزیز درست، یک جوانی که واقعا همیشه کنار هنر و هنرمند بوده، قبول ما قبولش داریم و تمام زحماتش هم کاملا آگاه هستیم. اینطور نیست که ناگهانه من قضاوت نرف بدم، ولی در رسی که خودی آقای رضایی عزیز شما مثال میزنید با هنرمندای کشور نیستن. استاد رضایی، استاد رضایی در جایگاه خود هست ولی اون هنرمندایی که به شما نیست، در چشم من خیلی بالاتر هست. نه بر چی؟ آقا من دارم اشتباه میزنم؟ آقای هاشمی خدا حافظ دیگه. من هاشمی خدا حافظ دیگه من دیگه از برادری مال فقط تمام شدم اینجا دیگه. در چشم من، در چشم تو نیست. هر جا میایی دنبال ما نفت میکنی، پس میزارم نفت میکنی، حق میزارم نفت میکنی، خودشو داره. من قبل از اینکه امیرعطای سلگی معروف بشم 4000 تا فالوور داشتم. چند سال؟ 3-4 سال 4000 تا فالوور داشتم. آیا من خواننده؟ من 54 تا آهنگ دادم بیرون.
آهنگای فارسی منو برو گوش بده. خودم پیش می‌کنم. خودم من آقا من اشتباه جانبی من هستم. من همیشه تناقض می‌کنم. چیزی کم نمیشه. آقای اتایی یک هنرمند که 30 سال زحمت هنر داره، یک هنرمند که جان خود را امروز در کف هنر به دست گرفته، چطور میای یک شخصی که امروز دو روز دنبال را به دست گرفته مقایسه میکنی با او؟ با او نرمند چرا؟ چی دلیلی داره؟ خیلی 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 آقای رضایی کارت خیلی اشتباه هست. کار واقعا در حدی نیست. میدونی آقای ناصری اینقدر کارت اشتباه هسته، اینقدر کارت اشتباه هسته که امشب واقعا من خجالتی از حضور هزار صد نفر آب میشم در آب اصلا. آب من واقعا شرم بر ما. شرم خجالت در ما. ما باید دی میریم از خجالتی. همیشه دنبال فساد هستیم. همیشه دنبال آبرو ریزی هستیم چون از فرهنگ نداریم. فرهنگ اگر داشته باشیم هیچ موقعی هم برخورد نمیشیم. خیلی زود اعصابت خورد میشه. قربونت دل مهربونت برم. اصلا اینجوری نباش. اگه بخوای اینجوری جواب نقد رو بدی بهت میگن انتقاد نقضی رو و خیلی زود ردمون میکنن. آقای آقادرم در من توهین میکنن. من فوش از ناموس بالاتر داریم. روز نیست. از صبح تا شب آقا ناموس من نشورن بفرست. آره. یه چیز بذار بگم. من فقط ببین چیه یه سری چیزا مثلا نقد با این که مثلا چیزی بگم یه موقع میگه اینجای کار ده اون ده چرا از استادای بزرگ به نام نمیبری؟ گفتم اگه به نام نمیبرم از این بعد به نام میبرم. چشم من نوپا هم منو قوی در نظر نگیرید. بذارید یه ذره یک سال بگذره از من. اگه دیدید رعایت نمیکنم بگید رعایت نمیکنه آدم ضعیفیه. خب تو سه ماه آره ولی خب ان شاء الله من بهتر از این میشم ان شاء الله بذار آره به پشتیبانی شما خب هر جا که نگاه کنم میرم خانم یلدا دنبوره بلد نیست. آیا دیگه یلدا خانم هنرمند نیست؟ این چه ربطی داره؟ دو تا چیزو بلده من دو تا چیزو بلد نیست. من از آقای امیراتا من از این باز غلط کنیم اشتباه کنیم که دیگر در لایک بیزن کسی را بالا بره. خب؟ این اشتباهی امیرات دیتوری از من همیشه باید من خیلی مگه دانی مبشتن که واز باشه حرکت میخوره دیگه اشتباه من دارو خدا آرزه یه لبخم بزن یه آهنگ بخونیم کیفه یه لبخم بزن من اکنیشه حال من میگیره هر جا که مرمه نیمان از دنبال من میاد این نداره این نداره برو سلیمانی این دنبوره همیشه آماده یک شعار من دارم بگه جایی که غم وجود نداره امیرتا سلگی شاورا زمینا توکل با خدا
البته او کسی که پا به هنر میگذاره باید احترامش گذاشته شوه و آقای امیر صدیقی هست رفته از هنر ما یاد گرفته ما باید افتخار کنیم برایش یعنی خیلی افتخار برای هر هنرمند از هر کشوری باشه هر از ایران نباشه از آلمان باشه بیایه همین ادبیات زبان دری ما رو یاد بگیره ما باید برایش افتخار کنیم و ما حالا باید برای امیر صدیقی افتخار کنیم ما اگه بخوایم از دستی از یا ناراحت شوم این یک نیسان دو نیسان هدیه که یاد آمده ای کده کجا کنم خب خیلی دمه لطف داشته چهار تا ایش که بد بوشه هزار هزار تا پیام خوب برای از ما میاد ما یک دانه بد یاد نباید آقای اسدالله رضایی را یک دقیقه بالا بیار که چی مگم آقای اسدالله رضایی را یک دقیقه بالا بیار با خدا خاطر لرزه کشت چل دفعه زنگ زده این همه پشت خطی از یه دیگه آن ما بارم اینه خواه خیلی زنگ میزده خدا نگاه کنه شما را